اگر آرزوی بزرگ در دل داری، حتما خداوند لیاقت آن را برایت داده. سلام، وقتتان بخیر بیننده خوب تلویزیون آریانا. عزیزانی که برنامه گپ نو را بیننده هستین، آرزو دارم روز را به خوشی سپری کرده باشین. شبم که تا این دم شب بیننده برنامه خودتان هستیم، به خوشی سپری شده باشه. و برنامه را آغاز میکنیم امشب باز هم با نویسنده های عزیز، با مهمان های عزیز، یک نقل هم دادم. اما قبل از اینکه مهمان ها بیای صحبت ها داشته باشیم و گپ ها را آغاز کنیم، یک بچه بسیار خوشتیپ، بسیار لوکس فیشنی میارم شکل داده میایب در این برنامه با ما. توری نازم جان، ما یک رقم تعریف که میکنیم، حتی پسر ما سعی میکنم، حتی خیلی کنم تای دگاه آمده. یک در بخو برادر عزیز. بخاطر کمی لوکس فیشنی. یک در بخو. ایتا؟ یک بکمل در بخو، 360 درجه. سعیست؟ بس. پیدا کردی چیزا؟ هیچ چیز نگفتم، کلتون خنده کردین، من مطمئن هستم. تشکر از همتون. ما فهمیدم، هیچ چیز پیدا نکردی که گپ بزنی. یک روز یادت هست؟ یک روز یادت هست؟ گفتی نه؟ در این روزا که منظم میایی تیمه که آدم هم مذاق یک چیز پیدا میکنی. خوش آوری با برنامه. تشکر نازم جان، ما یک سلام علیک داشته باشم. سلامون اونی که هیله هیله چه جور لوگ سلواری عباده واسه هر شری واسه خوشحالی مغوارو جون مولو خوشحاله اردک او جمعی مو امدس خوشحاله او گرم. خوبی نصفتی است که بسیار بچه بگفت است، یعنی اگر گفتی چرخ بزن 360 درجه برتان چرخید و اول شما از پشت روی دیدیم که بچه پشت رویش هیچ معلوم نمیشه. خبر خوش چیست؟ چی بگویم؟ خبر خوش. خب خبر خوش روی تصویر میبینیم و دوباره برمیگردیم. برنامه گپ نو فراموش نکنین. خبر خوش تقدیمتان کردیم عزیزا. من نگفتیم، مقصد دیگه کس گفت. خبرهای خوش تقدیمتان کردیم، آرزو دارم لذت برده باشین. نصر جان بگفت. بگفت؟ نه بگفت. نه بگفت گفتی؟ نه بگفت، نه بگفت. کسی که هر حرف بگویی ماشاءالله میشنوه، یعنی سنن بزرگ است از ما کرده، از همه ما کرده سنن بزرگ. یک روز یک کسی یک آهنگ زمزمه میکرد، یک آهنگ حماسه ایست. حماسه ای؟ همو آمشه گفتم، تو زیاد لغت پرانی نکردم. حماسه ای دیگه چیز است؟ پشتو بودی نلگه، بفهمی؟ میگه وقت بیرتراش هست که میگه، از شعرش هم میگه، آهنگ زمزمه نمیم، شعرش هم میگم. میگه یه وقت بیرتراش یا افغان وزیگه و دیگه امور کمک آخرش هم میگه وقت بیرتراش یا افغان مزیگه و فهمیدی؟ من آهنگ شنیدیم دیگه، شاید مقصد از شعر چی بودی دیگه، تعبیر شعر این حال مشکل است. میگه وقت دوباره برگرد؟ دوباره برگرد و مثل یو افغان وزیگه یا افغان مثلا بازم پیدا شد، مثل در قدیم ها که بود احمد شای عبدالی، میرویس خان، از اون مردم ها نامای ما ماندگار شد، مثل ماندگار شد. نام خودت هم ماندگار شد. چطور؟ مثلا این ما جایی که میرم زیادتر از خودت پرسان میکنن، از ما بیچاره را عبیب نازم ها چی نوشته میکنن؟ نون الف زمیم. ما و خیام جان در شهر جلابات هم تشکر برامدیم. خیام جانم شاید یادش باشه، ما میخواستیم در دوکانایی که پتو سودا میشه، میخواستیم به خانه، وقتی رو که روزای آخر بود دوباره میخواستیم طرف کابل بیم. رفتیم ما گفتیم اگر شب پتو بگیریم دیگه، یک کس آمد خیام جان استاد کرد، گفتم یک گپ نو دیدیم و برنامه بسیار خوب. من دیگه استاد هستم، بسیار خوب برنامه است دیگه، است دیگه است. یک میخواست حرکت کنم، مهتم مرا نشناختی؟ گفت نه خیام جان نشناختم، مهتم خود تشکر. چقدر چقدر یعنی شهرت خیام جان در این برنامه از ما خودت کرده مشهور شده. این افتخار است، من افتخار میکنم به همکارایم. میرم به ادامه برنامه، مهمان میداشته باشم اگر موافق باشی. باز دیگه انشاءالله که ما خودت صحبت میکنیم، مواظبت باش، گوشه گوشه بری که هوا سرد است. مهمان میداشته باشیم عزیزاد ادامه برنامه. خوش آمدین عزیزا به ادامه برنامه خودتان، برنامه گپ نو. قسمی که در آغاز برنامه یادآوری کردیم مهمان می داشته باشیم. در این برنامه ما دو مهمان، دو نویسنده دعوت کردیم، ولی می خواهیم که اول در مورد یکی از شخصیت هایی که البته در آغاز برنامه رسیده بودن
صحبت داشته باشیم آقای سباون عزیزی که هم نویسنده هستن هم مدرس هستن و هم فعالیت های زیاد دارن. حالا میریم میبینیم که از زبان خودشان میشنویم روی فعالیت هایشان، روی کتاب هایشان، چون در گپ نما که دعوت میکنیم مهمان های عزیز ما را مطمئنن با گپ های جدید میخواییم که در برنامه بیاین و با دست پر. اما این که دست پر آمده یا دست خالی باز از خودشان میشنیم. سلام، خوش آمدین به برنامه. سلامت باشین، شکر. سلام خدمت شما و خدمت بیننده های عزیز و ارجمند تلویزیون آریانا. سباون عزیز هستم، نویسنده و مربی موفقیت. در کنار ازی مدرس در بخش زبان انگلیسی و کامپیوتر. بسیار خوب، مربی موفقیت گفتین. حالا همه جوانان دنبال موفقیت هستند. خصوصا در این شرایطی که وقتی که در مرحله جوانی قرار میگیریم، در یک مرحله خیلی اساس، مرحله رقابتی قرار میگیریم. اما در همین مرحله که قرار میگیریم، باز بعض از اوقات ما بیانگیزه میشیم. حالا میخواییم یک کمک صحبت بکنیم، چون مربی موفقیت را گیر کردیم، باید یک کم صحبت بکنیم، باز روی کتاب میریم. چه باید بکنیم؟ چه راهکار را پیشنهاد میکنین که جوانا در این شرایط، چون بعض را که من امرایشان منعیس برادرشان، منعیس خدمتگزارشان که میبینم از نزدیک، گاهی از بیکاری مینالن، گاهی شرایط در کل خلاف میلشان حرکت میکنن. دیدگاه شما را میداشته باشیم. ببینین، در قدم نخست در پیرامون موضوع موفقیتی که جوانا چقدر تلاش میکنن، خداوند به ما و شما، بر همه ما و شما بیان میکنه، میگه ولا تهنوا ولا تحزنوا و ان کنتم الاعلون المؤمنین. هرگز سست نشین، غم مخورین اگر شما یک مؤمن واقعی هستین در زندگیتون. شکست مایه پیروزی هست، شکست شرط پیروزی هست. باید به زمین بخوریم تا موفق شویم. و موفقیت اساسات داره در زندگی. ما اصطلاحی داریم در زبان انگلیسی، never give up in your life. هرگز در زندگیتون ناامید نشین. بله. ببینین، اگر ما میپردازیم به سلسله درس های موفقیت، ما پیرامون موفقیت وقتی صحبت میکنیم، موفقیت دیگه چیزی نیست. موفقیت یعنی همین که آرام باشیم، بله، آزاد باشیم، راحت باشیم، مفکوری خوبی داشته باشیم، در زندگی کسی دخالت نکنیم و کسی را اجازه ندیم در زندگی ما دخالت بکنن. بله. آزاد باشیم، استقلالیت علمی داشته باشیم، استقلالیت شخصیتی داشته باشیم، جایگاه خود را در جامعه کسب بکنیم و دست بیاریم. ای که بریم سراغ افرادی که ما او را الگو قرار میدیم، جایگاه اونا را ما بگیریم. نه، شخصیت خود ما بهترین شخصیت است. توانایی خود ما بهترین توانایی هست. بهترین فرد جامعه ما هستیم. پس خود را باید بپذیریم به عنوان یک فرد مثبت نگر، با نگرش مثبت و با تیپ شخصیتی مثبت در جامعه زیست کنیم. بدون شک انسان‌های قوی و قدرتمندی هستند که اراده‌های آهنین دارند. پس چه خوب است در موفقیت ما همیشه اراده‌های محکم و استوار و قدرتمندی داشته باشیم. هرگز با هر شکستی که ما مواجه میشیم سست نشیم، ضعیف نشیم. امروز به دستش نیاوردیم، فردا به دستش میاریم. فردا به دستش نیاریم، پس فردا ایمان داشته باشیم که حتما به دستش میاریم. بله. پس چی برسه ما موفقیت در عرصه تجارت داشته باشیم، موفقیت در عرصه علمیت داشته باشیم، در خلاصه در همه کسب نداشته ها، مهمترین عنصر زندگی ما به خاطر پیروزی، به خاطر موفقیت، او اراده ما هست. هر آنقدر اراده محکم داشته باشیم، به همان اندازه موفق تر خواهیم شد. هر آنقدری که ما با سختی آغاز بکنیم، با چالش ها آغاز بکنیم و چالش ها صدر راه های ما قرار بگیرن، به همون اندازه موفقیت ما تضمینی هست. بله، گپ ما این است که در مطالعه کتاب، کتاب اثر بخش است که فکر ما را متحول بسازد، زندگی ما را تغییر بده. در غیر از او دیگه فقط یک ما خوانش داریم، یک مطالعه داریم. بله. که خوانش با مطالعه خیلی فرق داره. دقیقاً عمل کرده که تجزیه و تحلیل و بالاخره بازخورد نداشته باشم، من فکر بکنم که یک خواندن بیش نیست دیگه. بله. پس کتاب های شما مطمئنا اثرگذار بود. در کنار زی
زیادی وقت میشه. زمانی که ما کتاب نوشته میکنیم، ببینین اول امی ماحول کتاب، وقتی ما کتاب را جور میکنیم، ترتیب و تنظیم میکنیم، نکته اساسی و بنیادی که ما در او باید در نظر داشته باشیم این هست که ما چگونه بتونیم این را واضح و آشکار بیان بکنیم بر یک خواننده او کتاب، که این کتاب باعث میشه شاید ما کل کتاب را بخونیم باعث تغییر ما نشه، ولی یک جمله هست که ما را میتونه تغییر بده، شاید یک کلمه باشه که ما را تغییر بده، زندگی ما را تحول بده، ولی ما نمیتونیم که ما بگیم کل کتاب ما باید بگیریم خط به خط اون را حفظ بکنیم، نه، این نادرست است. در برنامه گپ نو و ما وقتی که روی کتاب ها صحبت میکنیم طبعا کتابایی هستن که محتوایش جدید است و ما در برنامه سر و کار ما بیشتر مهمانایی را که بیشتر ما میداشته باشیم اکثرش جوان ها هست. شاید بیننده های ما از اقشار مختلف باشن، اما کسایی که در برنامه میاین حضور پیدا میکنن اکثرش جوان ها هستن و می دلیلم ما خواستیم که کسی را در برنامه داشته باشیم که روی موفقیت‌ها هم گپ زده باشن و کتاب‌هایی را که معرفی می‌کنیم در کنارش مفید باشه و جوان‌ها بتونن استفاده بکنن. سخن دل مجموعه شیری است فکر بکنم. باش که من این نامای کتاب‌هایی را که برای من یادداشت دادین من بگویم و موج عشق. بله. دو کتاب دیگه هست. دو کتاب دیگه هست. سال 1398 کتاب زیر عنوان سخن دل که بیشترن موضوعاتی را در این زی داخل ساختیم، داخل کردیم، موضوعات روز هست، تقریبا حدوداً 4 سال قبل این کتاب نوشته شده بود و تا هنوز را رونمایی که در مطبوعات و رسانه ها شده باشه به گونه رسمی نشده. ما انشالله ایره براتون به هفته به برنامه بعدی حتی انشالله در دسترستان قرار خواهم داد. در این اشعار تنزی هست و همچنان داستانهای سیاسی هست. ما آوردیم شعرهای تنزی را، این شعرها یا اساسات سیاستهای لیدرهای افغانستان را جاگزین کردیم در قالب شعر و تنز. من مثلا یک اگر اجازهتون باشه دو بیت کوتاه از این کتاب هم بخونم. میگه اشتهای ما کاهش یافته، خوراک ما شلغم است. این شعر مخصوص شلغم است، یعنی ما در عنوان شلغم ما چندین موضوعات داخل ساختیم. حالا تکمیلش بگوین که بله. اشتهای ما کاهش یافته، خوراک ما شلغم است، دل ما از گوشت بیغم است. دوای اشتهای ما مرچ یا نشپیاز است، هم پیشانی ما باز است. مامور دولتی به پشت ماش خود بغم است، دل ما از گوشت بیغم است. بله. خب یک موضوع دیگه است که اکثر ما این موضوع رو تشویق میکنیم که اکثر دوستا و اکثر جوان ها پرسان میکنید دست به نوشتن کتاب زدن. بله. حالا نوشتن کتاب ما میخوایم از آدرس شما منعیسون نویسنده یک کس است که دیدگاه خودم می نویسند. او مطالعه کرده، او تحقیق کرده، او تمام صاحب صلاحیت علمی است. اما یک تعداد است که مثلا نوشته های خودم می نویسند. حالا تفاوت در کجاست؟ کتاب هایی را که شما نوشتین خب حتما دیدگاه خودتان بوده و یا که جمع‌آوری کردین شما. کتاب های شما چگونه بوده؟ و کسایی که می نویسند بر از اونا چی گفتنی دارین که فرصت برنامه هم کم است؟ ببینین بزرگوار، در پیرامون نویسندگی کتاب اولی که کتاب‌هایی را که ما ترتیب کردیم 3 جلد کتاب است تا فعل حال موجود که چاپ هم شدن و نشر شدن. این 3 جلد کتاب مفکوره هایی بوده که ما برداشت های مفکوره ای یا برداشت های علمی ما از جامعه بوده، از مردم بوده، بلخصوص از قشر جوان بوده و نسل جوان را ما دردش را یک چیزی تحریر کردیم. حالا حتما با کمی ها و کاسی های مواجه هست، کمی ها و کاسی های خود را داره که انشالله بعد از مطالعه یک تعدادش تصحیح صورت گرفته و انشالله دیگه هم صورت خواهد گرفت در یرسن. دوم دوستایی هستن که واقعا دانشمندای خوبی داریم در دنیای نویسندگی و دنیای مقاله نویسی و پاراگراف نویسی که اونا واقعا رفتن علم خواندن، یاد گرفتن چگونه باید بنویسن، چگونه باید از کجا حرکت بکنن، از کجا آغاز بکنن. نقطه آغاز حسن مطلع و حسن مقطعش همه معلوم و مشخص هست. ولی یک تعداد دوستایی که هستن مثلا اگر اونا علمیت ندارن در این عرصه بیشتر نمیفهمن که از کجا شروع کنن. فقط با امی واژه، با امی جمله اینا آغاز میکنن، بنویس بنویس تا که شوی خوشنویس و حرکت بکن، از اینجا باید نوشته بکنم، باید شروع بکنم. ولی
از دیدگاه ما به یک عنوان یک کسی که بیشتر حرفه‌ای نیستم در یک مسلک و بیشتر از من شاید شخصیت‌های دیگه هم حتما هستن که اونا واقعا علمیت و تحصیل و شخصیتشان بالاتر هست، در این عرصه علمیت و مهارتشان بیشتر هستن، بیشتر تحقیق کردن، بیشتر پژوهشگر علمی بودن و در این عرصه توقع مزدور دوستانی هست که بپردازن به ورکشاپ‌های علمی، بپردازن به برنامه‌ها و سمینارهای علمی در بخش نویسندگی و مقاله نویسی و از اگر میخوان یک نویسنده موفق شوند باید از همون مقطع ابتدا استپ بای استپ، یعنی مرحله به مرحله اینو آغاز بکنن، نه اینکه یک بار گام بگذارن به مرحله پنجم که وقت انشالله باز خودشون. تشکر صحبت ها خیلی زیاد است و از اینکه حضور پیدا کردین در برنامه ما کاملا با گپای شما موافق هستم و گپای خیلی جدید و تازه هم بود. من انشالله که کتابا را البته مقصر ما نیستم، عزیز صاحب گفتن که ما از یک مسیر دیگه اومدیم که بله. کتابا را حتما در برنامه بله. ولی ما اگر تصاویرش به دست رس قرار گرفت حتما بر شما عزیزا به دست نشر خواهد سپردم. ولی وقتی که در گپ نو ما سوء تفاهم نشه، کسایی را که دعوت میکنیم تنها این نیست که ما مخترعین دعوت بکنیم، کسایی بله. که گپ های نو دارن، سخن های نو دارن، کتاب جدید دارن بله. اونا را هم در برنامه دعوت میکنیم. و موضوع اخیری را که عزیز صاحب صحبت کردن، اگر ما و شما کتاب را می نویسیم علاقمندی خیلی خوب است، ما تشویق می کنیم، اما چه بهتر است که ما و شما به گفته عزیز صاحب مشوره کنیم و خدای نکرده تو نشه که یک تعدادی که خواننده کتاب هستن از کتاب فاصله بگیرن. تشکر از حضورتون. بخیر و سلامت باشین. ممنون از شما هم از برنامه‌تون و از دعوتتون. بخیر باشین. عزیز صاحب وقفه کوتاه می داشته باشیم و در ادامه برنامه باز هم یکی از مهمانای عزیز دیگه را، رحیم جان رحیمی اسمشون است، دعوت میکنیم اونا هم نوشتن، ببینیم چی نوشتن، در مورد چی نوشتن، محتوای کتابشان چی است. وقفه می داشته باشیم. بعد از این برنامه خوش آمدین عزیزا و صحبت ها را ادامه میتیم با آقای رحیم جان رحیمی، اشتباه نکرده باشم، میشه یک معرفی هم از زبان خود شما داشته باشیم. خوش آمدین به برنامه. به یادت باده در ساغر نمی کردم چی می کردم، به یادت باده در ساغر نمی کردم چی می کردم، ز اجرانت بدل خنجر نمی کردم چی می کردم، چو دیدم شمعی حسنی تو را در چهره مهتاب، سفر در پرتب اختر نمی کردم چی می کردم. ما هم سلام تقدیم می کنم ناظم عزیز خدمت شما، خدمت تمام دستندکاران رسانه افغانستان، البته و همچنان یک سلام ویژه خدمت تمامی عزیزان و بیننده های برنامه خوب گپ نو. بخیر باشین، خرسند هستیم از حضورتان در برنامه. از کار و فعالیت ها بگوین که دوستا بیشتر آشنایی پیدا بکنن. ما قسمی که میفهمم کتاب را هم روی دست دارین و قبل از هم نوشته کرده بودین، حالا میشه که خودتان بیشتر روشنی پرتین. سپاسگزار هستم از شما. فعالیت ها ارچند ای که ما خودمو به زبان خود یاد بکنیم شاید بر بیننده ها و دوستا خوب نباشه، بازم جهت آشنایی بیشتری از آن از افرادی که اطلاعی از یک شخص یا هم همو موضوعات نمی داشته باشه بهتر است. چون شما اسم را یادآور شدین، بیشتر از 5 سالی است که در رسانه ها بنابر امون کارکرت ها و مسئولیت های اجتماعی را که ما در قبال جامعه مردم و خانواده و کشور خود به دیدگاه خود البته ادا کردیم، بنان دعوت میشیم در رسانه ها، لطف میکنن و از روی ای دریچه و از این روزنه میخواییم امون داشت های خود را، انگیزه های خود را، ایده های خود را برای اقشار جامعه، برای مردم گوشزد بسازیم تا باشد که به حالت رفرش، به حالت متازگی، هرچند مردم میدانند امروز همه چیز را میدانند، باز هم ما کوشش میکنیم، تلاش میوردیم تا آن چیزها را برای جامعه، مردم ما با در نظر داشت قواعد اخلاقی و انسانی و حس مسئولیت پذیری در جامعه برای مردم تقدیم بکنیم و تا باشه که مردم از او داشته و انگیزه ها و ایده ها و رفتارها استفاده بکنند، تا باشد که باعث خوشبختی خود و خانواده و مردمشان و کشورشان شود. در حدود 6 کتابی است که ما خودم نوشتیم، مشکلات قابل تصور علیه جامعه
اولین کتابی بود که با خیلی از چالش ها، با خیلی از ناهنجاری ها این کتاب را من روی درس گرفتم، روی ببخشین نویسندگی گرفتم، روی دست گرفتم و از امو آوان کودکی به این پرداختم، به این کتاب، به نوشتنش پرداختم. بله نام اسم کتاب، اسم کتاب مشکلات قابل تصور علیه جامعه، اولین کتابی بود که امو چالش هایی که در کشور در جامعه وجود داشت، جوان ها که با مشکلات و با ناهنجاری ها دست و پنجه نرم می کردن، روی ازمی محتوات می چرخه و همی چیزها در این کتاب گنجانیده شده و برای مردم بیان شده تا بتانه مردم چیگونه از این چالش ها، از عهده این ناهنجاری ها بار شانه خالی بکنه و برای از عهده اون چالش ها و اون مشکلات ها. و دومین کتاب هم به نام دنیای تخیل و عشق بود که کتاب شعر و شاعری است، بعضی از قسمت هایش زیاد جنبه های شیری داره البته. و سومی کتاب هم در سوگ مادر بود که واقعا خیلی از دوستا، خیلی اینا تقاضا کردن که این کتاب یک بار دیگر هم چاپ باید شوه، چون خیلی موضوعات جالبی بود که نقش مادر محوری و فرزند محوری در این کتاب خلاصه شده بود. و به ترتیب از این کتاب نقش فرد در زندگی، همین کتاب آخری است که انشالله یک هفته بعد، یک و نیم هفته بعد دیگه این کتاب همه چیزایش ویراستاری، همه کارایش تمام است انشالله که به خیر به چاپ میره. و من هم امید میبرم که تمامی مخاطبین و بتانن از این کتاب استفاده بکنن، چون تمامی داستانهای زندگی در این کتاب خلاصه شده. این که یک فرد چی نقشی را در زندگی داره، چی گونه باید زندگی بکنه، با کدام میارها باید خود را در جامعه کنونی عیار بسازه و بتانه زندگی خوب بهتری را داشته باشه، تمام محتویاتی است که در این کتاب گنجانیده شد. انشالله عالی است، موفق باشین. و دلیلی هم که شما را در برنامه دعوت کردیم همین است که گفتین که کتاب جدید دارین و این گپ نو است و روی محتوایش هم اندک صحبت بکنین که گفتین یک و نیم هفته بعد انشالله که به نشر میرسه. و با چی تیراژ نشر خواهد کردین و محتوای کلی و خود کتاب چی است؟ کاش میداشتیمش در برنامه دیگه. انشالله که در برنامه بعدی اگر شما خوان بودین خود کتاب را با خود داشتیم. محتوای کتاب خیلی موضوعات اساسی و ارزنده ای در کتاب گنجانیده شده، محتوای بسیار اساسی است. یکی از چیزهایی که خاص است و جالب است، برای خودم هم جالب است، چون زمانی که یک نویسنده بعضی چیزها را می نویسه، واقعیت های جامعه را در نظر می گیره و جامعه را به یک چشم باز می بینه، با واقعیت نگری را یعنی بیشتر می سازد در حس خود، در وجود خود، تا باشه که از او واقعیتگرایی استفاده بکنه و یک چیز ارزنده و مفیدی را برای جامعه، برای مردم تقدیم بکنه. کتابی را که من نوشتیم، یکی از موضوعات محتوای جالبش همین است که حروف الفبا، از حروف الفبا یک شکلیاتی به وجود آمده که ما چند بار تصمیم گرفتیم که باید به تصویر هم بره. مدل الفبایی است در این کتاب که گنجانیده شده در یکی از قسمت‌هایش. مدل الفبایی از الف شروع شده بعضی موضوعات و تا یا ختم میشه. یکی مثلا با داریم ما شما، یکی نون داریم مثلا، درست؟ اسم کتاب چیست؟ اسم کتاب نقش فرد در زندگی. مثلا با، با را سر از یک چلیپا گرفته شده، علقه شده، یعنی بعضی چیزایی است که ما به با می سپاریم. تارگت گروپ کتاب، مخاطب کتاب کی بوده که شما مخاطب کتاب با این نام، با این محتوا پیش رفتید؟ بله، کتاب که شما گفتین مخاطبش کیست، مخاطب کتاب فرق نمیکنه که جواناست و نوجواناست. هدف ما است، خب میتونه کتاب همگی استفاده بکنه، ولی وقتی که نویسنده میخواد که یک موضوع رو پردازش بده، مشخص است که با چه قشر، با چه سن سال مواجه است و برای کی می نویسه. هدف ما در این کتاب شما کی مشخص؟ بله بله، قسمی که از نام کتاب پیداست، نقش فرد در زندگی، افرادی هستند که به خصوص نوجوان ها هستند، اشخاصی هستند که نوجوان هستند. من مدل الفبایی را که یادآور شدم بر شما ناظم عزیز، مدل الفبایی کتاب قسمی است که مثلا بعضی چیزها را ما و شما در حالت کسالت و تنبلی و بعضی چیزها به با می سپاریم. مثلا یک کار انجام می خواهیم بتیم، میگیم نه خیر، این را انجام نمیتیم، برو باز انجامش میتیم. با من میخوایم که امروز یک جا سفر بکنم، میگم نه خیر امروز سفر نمیکنم، برو با سفر میکنم، درست؟ میخوایم درس بخونم، نمیخوایم درس بخونم، میگم باز میخونم،
درست؟ و میخوایم مثلا کتاب مطالعه بکنم، نمیخوایم مطالعه بکنم، میگم باز کتاب مطالعه میکنم. میخوایم که مثلا به مو خود برسم، به خود رسیدگی که یکی از موضوعات اساسی است در نقش فرد در زندگی، مو به خود رسیدگی ها را من انجام نمیدم. این موضوع را همه به با مسپارم. بعضی در قسمت نون که زمانی میرسه بعضی چیزایی است که مثلا مانند نمیشه، نمیرم، نمیتوانم. بعضی چیزایی است که خود خود انسان قناعت میده با اون چیزا. امکانات زیاد ندارم، مادیات زیاد ندارم، وقت زیاد ندارم، حتی برای نویسندگی وقت زیاد ندارم، حتی برای مطالعه وقت زیاد ندارم، برای درس خواندن وقت زیاد ندارم. یعنی افس کردن بعضی چیزاست که به شکل مدل الفبایی که اینجا نمیشه که محتوا را به شکل خاصش ارائه بکنم. ای کاش کتاب میبود، بهتر بود. کتاب میبود ان شاء الله که اون مدل الفبایی یک چیزی است که چندین بار من خواستم که خود از این عطا به تصویر هم بکشیم از این طریق مدل الفباییش. و ری است که مثلا ما در بعضی الف است که در ارزش ها میرسیم به می ترتیب. تقریزم دریافت کردین از کتابایتان از کسی، از کسایی که صاحب صلاحیت علمی هستن؟ بله، چون تا زمانی که نقد نباشه انسان ها نمیتونن که به درستی خدا برسانن به یک جای. نقد حتما در زندگی انسان است و انسان ها باید که نقد پذیر باشن. هدف ما کلا در کتاب است که شما وقتی کتاب تمام میشه او را برای کسایی که قرار است کتاب شما را تقریض بنویسن و تایید بکنن برای کتابتان فرستاده این، اونا تایید کردن و از آدرس یک کسی که شما نویسنده هستین در برنامه آمدین میخوایم بفهمم، چون ما نویسنده های زیاد را در برنامه دعوت کردیم. میگه کتاب چیزی است که هم دوست ما است، باید افکار ما را متحول بسازه یا تحول در زندگی ما ایجاد بکنه. دقیقاً شما چقدر ارزیابی کردین کتاب‌های رو نوشته کردین، چقدر تغییر آورده، کسایی که مطالعه کردن براتون چی گفته، فیدبکشون چی بوده؟ بله بله دقیقاً. ما بازم می‌خوایم ما موضوع رو یادآور شوم که همیشه انسان ها با نقد سر و کارشون هست و انسان در جامعه تشویق هم میشه، ترغیب هم میشه، اکثریت اوقات با نقد ها مقابل هم میشه. همون نقد هاست که انسان ها را میسازه. بعضی جاها که کتاب ما تایید شده، بعضی قسمت هاش مورد نقد قرار گرفته و بعضی جاها تایید شده و بعضی از کسا که کتاب را مطالعه کردین حتی اسم یک تشکری کردین، خصوصا کتاب در سوگ مادر که یکی از دوستا زیاد تشکری کردن، گفت واقعا که من همین جایگاه مادر محوری را اینجا فهمیدم، در این کتاب فهمیدم که مادر چقدر میتونه که حق داشته باشه بالای فرزندش، بالای اولادش، چی قدر پر از مملو و محبت و صمیمیت است واقعا اون خانواده‌ای که در اون خانواده یک مادر سالمی است و فرزندان سالمی را به بار میاره و تربیت میکنه آنها را. و زیادتر تشویقایی بوده زمانی که یک نویسنده، کتاب نویس اثر خود به جامعه تقدیم میکنه، بر مخاطبینش، بر مردمش تقدیم میکنه، زمانی که یک فیدبک خوب میگیره، نتیجه خوب میگیره، محصول خوب میگیره، واقعا از خوشیش حتی حرف زده نمیشه که چقدر احساس خوش می داشته باشه، چقدر خوشحال می باشه در زندگیش و چقدر خودش حتی تشویق میشه دیگه بر این که حتی هیچ چیز، هیچ مادیاتی را نداشته باشه، فقط فقط بتونه که در خدمتگذاری برای جامعه و مردم و وطنش کار بکنه، بس و تمام. تشکر. آرزو دارم که روز بخیر کتابا به چاپ برسه و چند تاش هم که به چاپ رسیده در برنامه داشته باشیم. تشکر میکنیم از اینکه در برنامه حضور پیدا کردین. سلامت باشین. ممنون شما. من اگر اجازه تان باشه با یکی از دیکلمای عظیمی شیر. بسیار خوب، چون فرصت کم است بفرمایید. درست درست. میگه برای بام زندگی هر چی که میخواهی بکش، زیبا و زشتش پای توست، تقدیر را باور مکن. تصویر اگر زیبا نبود نقاش خوبی نیستی، از نو دوباره رسم کن، تصویر را باور مکن. سپاسگزار هستم. شکر. عزیزان بیننده، وقفه می داشته باشیم، برمی گردیم. در ادامه برنامه گپ نوره همراهی کنین. خوش آمدین. عزیزا با ادامه برنامه صحبت های میمانای ما را هم شنیدیم و در این لحظات برنامه میریم یک بخش جالب و دیدنی برنامه. ای که میدان بیاست، پیاده برو جایزه بگیر، چی بخریم، کدامش آماده است تقدیمتان میکنیم. برمیگردیم در ادامه برنامه ما را امری کنیم. دوستا امروز در سایه خیرخانه آمدیم و خواستیم امرای هموطنهای ما یک شوخی داشته باشیم که در موبایل ویدیو میگیریم، ما یک اعلان ثبت میکنیم.
و در ایلان یک چای داریم امرای خود که چای بر از اینا معرفی میکنیم که چای بر شکر و دگه و دگه البته فایده داره. باز در حین زمان که ویدئوی از یه آدم میگیریم حاضر میشه امرای ما ویدئو ثبت کنه، باز میگیم کی به مواد مخدر مبتلاست. وقتی که میگیم به مواد مخدر مبتلاست دگه ببینیم که چی اکشن نشان میده در مقابلش که آیا میمانه ویدئویش را بگیریم یا نمیمانه. ایره شما بیننده باشین حتما جالب از دوستای عزیز خوشتان میاد. لایک سابسکرایب یادتان نره، انتظار کامنت های نازنین تان هست. بیا که یک اعلان فیسبوکی جور کنیم. بیا بچه شک اعلان چای هست میگیریم. اعلان چای؟ آه این چای فقط تو تایید کن که چای بدر این چای خوبش هست. ای از چی میگی؟ از واقع اوی حالا پیسا میتونم تا سایز برو چند؟ ها؟ چند؟ چند میگی؟ یک سی ست بتونم تا سایز؟ سایز ها؟ نه خوی نگه میشه که بتونم تا این اگر میگه یک اعلان دو دقیقه دا ای میگیریم خلاص دیگه. ویدو؟ آ بازی را در چی جور میگیریم؟ برای فیسبوک نشرات میکنیم. خیلی چی چی؟ اونجا کنم فروش هستم بدن. خب خیر حالا او چی بپزده او؟ من خب کالای تو را نشان را میکنم. همینجا سعیس اگر میگیری پزایش خوبش هست اینم اینجا. یعنی تو پشت سر ما خوبش بیا. نه 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 جاسه فامیلی نداره مگه تو میگی نمیتاره؟ خب فقط صرف دیگه چیز نمیگیم. وقتی که من گفتم تا که ای از یه چای استفاده کرده برش مفاد کرده تو بگو تایید که آه بیادر خوب است، من از این نتیجه خوب گرفتیم خلاص دیگه سعیز تک 500 میگیرم آدم. بیا سعیز برو با شیره پیش من بان که من بیا ایسی بغل مستا شو باشک دقیقا شور میره خلا شور نه دیگه کنم شور مدایی دکنم کسی کلا کشک نماشه؟ نه چیز نیست بچه صبر کن که دا ویدو بیارمش اینا سعیس ما چای گرفتم. سلام دوستای عزیز، قسمی که شما میبینین در این اعلان ما یک چای گیاهی که بسیار یک چای خوبش که دکتر صاحبا تاییدش کرده و این برادر ما از قبل نه مواد مخدر استفاده میکرد 4 سال میشد که هیچ تداوی به دردش نخورد به جز این چای. اما تو رسنی؟ چرا؟ حالا بیادر خال خی چی بگویم خوی نمیره تو تایید کن بیادر که رقمی نمیشه خی چی بگویم خالی نمیره از خاطر از امو جور کردیم نه مواد مخدره حال تو آمدی در یک ذره خب بیا پس از سر میگیریم از ویدو سعی سک بچه استو بیا بیا چرا؟ خی چی بگیره؟ خی چی بگویم؟ چی میگم؟ مواد مخدر انفلونزای مرغی بگویم بابا هم از امور هم تداوی میکنه ای شور بره شور نه آه خاله خیچی شکر بگویم سعیز تک شکر گرفته سعیز بره شکر سعیز تک بره سلام دوستای عزیز، قسمی که شما میبینین ما یک چای نوره در بازار آوردیم که در این چای بیادر بسیار جادوهایی داره که بیادر هر مرض دوا میکنه مواد مخدره دگه و دگه را این بیادر را که میبینیم در مرض شکر مبتلا بود توال چطور است نتیجهش را گرفتیم؟ نتیجهش خوب است، بسیار واقعا چای خوبش است دگه سک ما بسیار از این مردم ها خوش است. چه وقت میشه که استفاده نکردیم؟ این تقریبا زیاد میشه مواد هم میگو مواد هم زیاد میشه که استفاده نکردی. چه وقت میشد که امو استفاده میکردی؟ یک ماه رو میشد یک ماه زدی 4 سال دار کردی بند ماندی کردیش؟ بله سر این دیگه آل ساعتمند شد آل خوب است تکل هستی یک خیز جذب بزن یک خیز جذب بزن که در تصویر بینیم دا ببینن نه نه اما تا زیبایی اندام تا نشان بده زیبیخی اما تا فست کلاس جور تیار هستی؟ جور تیار نام خدا این دوستای عزیز شما هم از این چای استفاده کنید جور بخیر خوب هستی بخیر چون خوب یک قد اندام مقبول داری لالای
ما یک دانه اعلان فیسبوکی داشتیم کردیم، ما می چای یک اعلان میکنیم. فقط بجز تو تایید کو کامی چای خوبش است. صحیح است؟ یک ویدیو میگیریم. صحیح است؟ امیر تایید میکنه. چی بگویم؟ فقط ما گفته میرم فامیدی باز تو چیز کو تایید کو که این چای ما میگم که بیادر خورده. چرا این تو میکنه؟ اینه تو خیلی بیمونه تو بالاتر هستی. صحیح است؟ صحیح. خب سلام دوستای عزیز، به اعلان جدید ما خوش آمدین. دوستا ما امروز یکی از بابا چه کمره شو سوزدیم. اینه نه ایت نمیگی ایچ نمیگی، یام در پشت سر ما استاده نمیگم اقامه اما تو نیست؟ ای نه صحیح شد نه؟ تو هم استاده میشی؟ خب؟ سلام دوستای عزیز، جور بخیر، خوب هستین؟ دوستای عزیز، امروز باز ما یک چای نو را در بازار اختیار کردیم که از این چای بسیار وطندارای ما مفید برده که برای هر چیز فایده داره، بلخصوص برای کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن. دیگه از این چای خودت هم استفاده کردی؟ بله. چطور است نتیجهش؟ در چه وقت از بین میبره؟ در دو هفته. در دو هفته از بین میبره. بله. از شما را در چه وقت از بین برده؟ چقدر وقت میشد که مواد مخدر استفاده میکردی؟ یک سال میشد. یک سال میشه؟ یک سال مواد مخدر در یک سال دوستای عزیز در دو هفته گمش کردن. دوستای عزیز، حالا چطور است صحتت؟ خوب هستی؟ حالا خوب شدی؟ حالا مواد مخدر استفاده میکنی؟ حالا جور شدی بخی؟ مکمل؟ ای دیگه سنش دیگه دور را نمیخوری؟ برای دیگه چیزی گفتنی داری که مواد مخدر استفاده کنن یا نه؟ و از این چای چطور؟ از این چای استفاده کنن کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن. خوب است برشان؟ خوب است. خو خودت هم حال امشالا صحتمند شدی؟ یک اندامت نشان بده زیباییشان. یک زیبایی اندامت نشان بده که صحتمند هستی. خوب خوشحالی کن. خوب هستی حاله؟ تقلا و تیار؟ بیخی؟ شکر که جور هستی، جور صحتمند باشی. لالا ببخشی دمی یک اعلان فیسبوکی داشتیم یک دو دقیقه کدیم از خاطره می چای استاده میشی؟ ها بیا خای که اینجا استاده شیم یک ویدیو بگیریم سرک بیا. صحیح ده؟ این چای از بخاطر شکر و دگه و دگه فایده داره. ما یک اعلان شده این فیسبوک میگیریم. خودت کدیم باشی تایید کن که صحیح ده خوبش هست. صحیح ده؟ نه فقط تاییدش کن که خوبش هست یا نه. اینه باش که من این کمره را سر کنم. خودت گپ بزن؟ آه من خودم گپ میزنم. سلام دوستای عزیز، به اعلان جدید ما خوش آمدید. دوستا امروز بازم یکی از هموطنای ما همراه ماست که از چای استفاده میکنن و این چای برای بسیار مرضها دواست. دوستای عزیز و این وطندار ما از قبل نه تقریبا مدت 5 سال مواد مخدر استفاده میکرد که حال از چای استفاده کرده امشالا مرضایش دور کرده. چطور وطندار عزیز؟ باوقدر چای درست است. چطور است؟ خودت چقدر مدت میشد که مواد مخدر استفاده میکردی؟ مواد مخدر که استفاده نمیکردیم، کارمند دولت هستیم، از این دفتر از این چایی که استفاده میکنیم 5 سال میشه. از این چای از این چایش بسیار خوب چای داره. خب نه مواد مخدر را که گفتی از بین برده. چطور است؟ از بین برد نبرد؟ برد خود خودت مدت چقدر وقت میشد که استفاده میکردی؟ استفاده که نمیکردی. حالا خب ویدیویت خراب میشه. خب چیز خیرت تو بیا و بدر کالی ویدیو خراب میشه. مدت چه وقت میشه استفاده میکردی؟ ما چرا استفاده کردن؟ حال تو حال استفاده نکردی؟ آیا که ما کارمند دولت از این چرا اگر بگیم که استفاده کردیم؟ خب خیره خب قبلا نمیگیم ما شما قبلا گفتم بریم. حالا خب نمیگیم که استفاده کردی. تو بیا تو و بدر نه تو بیا خیلی نه ای را خوب برای فیسبوک جور میکنیم، برای ازی نمیکنیم. نه ها؟
چایت که صحیح است، چایت دروز است. یه نه، بیایجا. بیایجا خیلی خفه نشو بیا. یک کمره مخفی داشتیم امروی تک. پنج دقیقه خواستیم آزارت بتیم. نه بیادر، نه بیادر ما، نه مواد مخدر استفاده میکنه. نه چی خواستیم یک چند دقیقه آزارش بتیم. کمره تلویزیون آریاناست در خدمت تو است. خدا کنه خفه نشده باشی. بخیر باشی. یک چند دقیقه شوخی داشتیم امروز. تشکر بسیار زیاد. یک کمره مخفی داشتم امروز. خواستم یک چند دقیقه کلی ساتیری داشته باشی. خفه کنه شدی. هیچ کمره نبود. اونجا کمره بود. تلویزیون آریاناست. خواستم یک چند دقیقه امروز شوخی داشته باشی. فهمیدی؟ بسیار خوبش، بسیار اکجان خوبی. هزار دفعه چرا نه بگی؟ مورا مورا خطا کردی ها بدل خوبه که بگه اینه خوبه که سایس یادم کس از کمره مخفی تلویزیون آریانا آریانا بخیر باشی سرحال باشی تشکر بخیر باشی یک کمره مخفی داشتیم امروز خواستیم یک چند دقیقه ساتری کنیم. مال تو کمره مخفی را ندیده بودی؟ نه. ما خواستیم این کمره نبود. اصلا اینجا کمره بود. خواستیم یک چند دقیقه کاری ساتری کنیم. تو هم چطور راضی شدی که مواد مخدر میزید؟ جور آرام باشی. بخیر باشی. خدا کنه خفه نشده باشی. بخیر باشی. بخیر باشی. بیا هم خیر او ګرځیدای غپنا خبرونه ده د خایسته برخه مو په ګډ سره وکتله او په دې برخه کې بیا هم یو جالبه برخه لرو چې چیلک است چیلک است چې بخره ما احتمال لر چیلک هم مو جایزه بگی کس پرسون کړه میګم پیاده برو جایزه بگی چه قسم است مثلا پیاده میای هر کس که زیات پیاده روی کړه رو جایزه میتین چه کم نه آ نه نوم بخش مو است که وارجان مجددی زحمت شمه کشه و بیرون از استودیو میره دوستای ما که در مسیر را در پارک در هر جای هستن امرا از اونها گیم بازی میکنه و برشون جایزه میته به این دلیل موندیم که اگر در بیرون از استودیو هم هستین شما دخیل هستین و سریم هستین به برنامه تان و اگر در هر حالت برنامه گپ نو یک برنامه است که از آغاز گفتیم برنامه خودتان است شما هستین که ما هستیم بریم این بخش رو تقدیم کنیم خب گپ است درست است ببینیم عزیزا برمیگردیم در ادامه برنامه ما رو امری کنیم سلام خسته نباشین دوستان عزیز بخش میدان بیاس و ما نوجوانا رو در کنار خود داریم اول امروشون یک معرفی میشیم سلام خسته نباشین خوب هستین سلام خوب هستی بخیر تشکر نامت عثمان عثمان جان عثمان جان خود ورزشکار هستی بله فوتبال میکنی آه. با چلنج امروز آماده هستی بخیر؟ بله خودت به نظرت برنده هستی یا ای دوست ما؟ نمیخوام دیگه برنده نمیخوام فوتبال کدی برد معلوم است در پین پینوتی کدام تون لایق هستیم؟ برنده میشیم انشالله انشالله برنده میشیم عثمان عزیز خودت؟ مصطفی ناصری مصطفی جان متعلم سن چند هستی؟ نو نو نام خدا چند ساله؟ 15 خودت 15 ساله و خودت عزیزم؟ 13 ساله خب بسیار خوب این دوستا باش که نیجا مزاحمت آمد آل زنبور نخوریم مده ای وقت خب گیم ما قسم از دوستا که اینو عزیز ما نام چی است؟ الیاس جان در گول استاده است بیا خودت هم عزیز در پولیم استاد چو؟ خودت هم؟ یک وقت ما هم فوتبال میکردیم دیگه هم یاد سابقا اینم اینجا خودت استاد چو در پولیم؟ اینجا؟ اینجا اینجا استاد چو خب پین شد خودت حق داری پین شد هم او رفیق ما باز او عزیز ما میخواد در این رقابت اشتراک کنه باز یکی از جوره در گول استارت میکنیم در پینوتی کدامتون لایق هستین از پین شد چند تاشه گول کده میتونی؟ هیچ کدامش؟ بله خیلی چطور اشتراک؟ گولکیپر قویز گولکیپر قویز؟ آه قویز خودت چطور؟ دو سه دانش شاید خب؟ خیلی خودت مقصد برنامه ما جایزه هم داره خیلی اگر پنیست بسیار خوب اول عثمان جان پیشو پنج شوت عثمان جان میزنه زیاد نزدیک نشده گه خب برو سعی سر خط است چون فوتسال از دوستا یکی خب شوت بعدی با تکنیک باید بری شوت بعدی تکنیک دو نام خدا یک ذره خاک داره دیگه اینجا محیط یک ذره خاک داره دوستا او بشک از یک دانه سه تو بیکیش و بعدیش هم میریم تکنیک آفرین
شوت بعدی آخریش هست، ببینیم آخریش چی میکنه، آخریش هم ببینیم دوستا چی میکنه. 3-2 عالی بود. بیا عزیزم برو عثمان جان، خود باش کمی عزیز ما در گل ساد شوه. بیا 3 برو خودت برو. 3-2-1 اوه ایخو گل، ایخو در میشود اول گل زد. خواه چک چک کنین بچه ها. 3-2-1 خب گل اگر دو برابر می بود اینجا نه امکان داشت. خب میرم شوت بعدی را. آماده هستی؟ خب 3-2-1 او نام خدا. از 3-1 گل شده، فعلا مساویانه است تقریبا. برو دوستا واقعا این هنر میخواه، از اینجا گل نمیشه دیگه. این رفیق ما نام خدا در خواه. خواه یکی باقی مانده، آخر است، باید تکنیکی پرتی توپه. اوه اوه به شک. بیا خودت عزیزم، کی در گل کیپری قویست؟ بارستا چود ما هم استاد تجربه کنم، شما استادا هستین دیگه دیگه. ما می اول یک تجربه میکنم ببینم میتونم. نه اعلانات دیگه. 3-2 وا می خواستم تکنیکی شو نشد دوستا. خیر خیر هر کس به درمو مسلکش. خب آماده هستی؟ 3-2-1 او بشا. الیاس جان نام خدا هم در گلکیپری لایق است هم در میدان. 3-2 خب الیاس در رقم برای چانس میته. یاد نداره؟ خب الیاس جان تقریبا برنده است. آه بشه آخری بود یا یکی مانده؟ نه دیگه صحیح است. خودت 5 تو پخ داری؟ 5 تو پخ داری؟ نه بیا بیا عزیزم بیا 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 خودت باش آخریش خیر. همه امتحان میکنم پیشتر نشد تا حالا میبینم. بیخی که در یک قدمی هم باشه متاسفانه که در فوتبال و قدر لایق نیستیم. یک وقت ما گلکیپری میکنیم کم کم. خب بیا عزیزان الیاس جان یک جان تشکر. خیر باشی. نام خدا بچه هستی که در فوتبال خوب لایق هستی. خیر بیمه. از خودتون یک جان تشکر. تشکر از شما. خوش داشتیم از شما. تشکر جان. خب جایزه شان دیگه او یک رمز باشه بعد از برنامه برشان آماده میسونیم. برنده ای بخش ما همی عزیز ماست. یک جوس مزدار برشان آماده میسازیم. تشکر از امروی حوصله‌مندی شما. اوقات لحظات خوش داشته باشین. تا دیدار بعد خداوند نگهدارتان باشه. بیام په خیر او ګرځیدې غپناو خبرونه ده او ورو ورو رسیدې د خبرونه پای ټکی ته په دې هیله چې د خبرونه مو هم د پام وړ ګرځیدلې وي او د خپل کورنۍ ترڅنګ مو د خبرونه لیدونکو اوسه ډیره مننه ورو ورو په پای ټکی کې رسیدو. بله پای شیبه ته ورسیدو. نو دا نه خبرونه وېختان دی ولی ضعیفه ده کود کیمیاوي نه دی اخیستلې څنګه پدیم که پمادا بود از یه پاسپورت است. خدای فامانی که او تربیت چه استاپا چوپار که از ریجو تربیت استاپا سپا چوپار که نه تربیت داری اینجا دکتر جامات تربیت گفتم تربیت خود تربیت بگو تربیت من میگم تربیت اتیگا تو دکتر چی میکنی برو ما یه داریم دو بچه های با تربیت که دوباره در خدمتی شما فکر کردم متوجه گفتی
تا برنامه بعد که خدمت شما حاضر میشیم، شما را علی پاک لیازال مسپاری، منتظر نظریات پیشنهادات انتقادات سالم شما جهت بهبود برنامه خودتان هستیم. آزادانه نظر پیشنهاد انتقادتان را با ما شریک بسازید تا اینکه بتونیم برنامه را طبق میلتون تقدیم بکنیم. شما تماس برنامه در خدمت شماست، 0700150116. میتونین اینجا اگر خواستین مهمان برنامه باشین تماس بگیرین و پیام بگذارین و از داشته های خودتان یادآوری بکنین. چنل یوتیوب رو هم فراموش نکنین. چنل یوتیوب هم سابسکرایب کنین، بیننده تمام برنامه باشین. منتظر نظریات و کامنت های مقبول شما هستیم. تا بیا بلیخ برنامه. الله ملچه وقتتان بخیر. الله نگهدارتان.